شنبه چکش آغاز دادگاه بازداشت شدگان روی میز دادگاه انقلاب می‌خورد. نخستین محاکمه ها مربوط به 30 نفری است که به اقدام علیه امنیت، اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال عمومی و اماکن دولتی و همکاری با گروه های محارب متهم شدند. اتهام هایی که در صورت اثبات مجازاتش می تواند از 3 ماه زندان باشد تا اعدام به جرم محاربه. تلویزیون ایران در آغاز دستگیری ها چندین بار تصاویری را پخش کرد که می گفت نشان دهنده اعترافات معترضان به همدستی با گروه های خارجی است. با افزوده شدن به دامنه اعتراف گیری ها اعتراضات هم بالا گرفت تا آنجا که خود وزیر اطلاعات وقت غلام حسین محسنی اژه‌ای اعلام کرد که موافق پخش اعترافات نیست. رفتار نامناسب با بازداشت شدگان هم از دیگر موضوعات مورد اعتراض بود. شکنجه و اعتراف گیری، نگهداری در بازداشتگاه ها بدون طی مراحل قانونی و نداشتن وکیل بخشی از اعتراضات بود. اعتراض هایی که دامنش تا امروز هم ادامه دارد. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شب گذشته گفته برای رسیدن به آرامش باید تکلیف زندانیان اخیر را روشن کرد و آنهایی که خطایی ندارند یا خطایشان قابل ارفاق است آزاد شوند. سید محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم گفته است که اگر جرمی هست اولا باید مدارک دقیق و روشن باشد، نه ادعاهایی که می شود، و در مرحله بعد هم دادگاه صالحه و علنی با حضور هیئت منصفه و وکیل متهم باید به این اتهامات رسیدگی کند. اما سعید مرتضوی دادستان تهران که هفته پیش به مجلسی ها درباره بازداشت ها توضیح داد میگوید مدارکی دارد که نشان میدهد 140 نفر از زندانیان مجرم بودند. او میگوید برخی سلاح هم میکردند و به اموال عمومی آسیب میرساندند یا مغز متفکر آنچه او اغتشاش میخواند بودند. فردا دور دیگری از محاکمه در ایران آغاز میشود. محاکمه هایی بدون حضور هیئت منصفه، محاکمه کسانی که احمد جنتی دبیر شورای نگهبان پیش از صدور حکم دادگاه بعضی از آنها را مجرم خوانده است. نگین شیراقایی، بی بی سی.